چه خبره دوباره؟ چه خبره؟ بشین صداتون تتبون برای مرسه میاد. سه ساله، چهار ساله، پنج ساله این کلاس مرسه شبانه نمیخوان آدم شین؟ چی داری میزنی؟ اجازه آقا، آقا ریاضی. آقا ریاضی؟ بله آقا. بیا اینشه بخون خودت. اما چرا یه بارم شما بگید دیگه. بیا اینشه بخون. چشم آقا. ببینم داد این چیه رو سرت دوباره؟ آقا سرد آقا خونه هم دوزی. چشم اجازه آقا بخونیم. آقا بخون. اجازه آقا، موضوع انشا کاشت. آقا کاشت؟ بله آقا. کاش چیه؟ کاش دیگه. کاش داشت برداشت؟ بله آقا. خوبه، بخون. اجازه آقا. بخون. پدر من یک مخترع است. او اخیراً یک ماشین زمان ساخته است ولی نمیداند با ماشین زمانش چه کند. پدر من کچل است. مثلا هر از گاهی که دلش برای موهایش تنگ می شود سوار ماشین زمانش می شود به نوجوانیش می رود. درست بخون. این چه وضع خوندنه؟ اجازه آقا چجوری بخونیم؟ شمرده بخون دیگه. اجازه آقا چشم آقا. بخون. مثلا هر از گاهی که دلش برای خود از خوندنه میگم درست بخون ربون. آخ چشم آقا، اجازه آقا بخونیم. آقا بخون. مثلا هر از گاهی که دلش برای موهایش تنگ میشود سوار ماشین زمانش میشود و به نوجوانیش میرود. دستی داخل موهایش میکشد برمیگردد. این که انسان دلتنگ خودش شود موضوع بسیار عجیبی است. بله بله، دلتنگ بخشی از خودش که دیگر نیست. آقا مثلا بابای ما یه بار خواب موهاش رو دیده بود، میگفت موهامون لباس سفیداشون رو تنشون کرده بودن توی باغ پر از گل، میگفت اما جامون خوبه. بخون. بلا خش. بعد من خیلی ناراحت پدرم هستم. یک بار گفت کچل بودن درد رو دو برابر میکنه. پسرم چه خبره؟ بله بفرمایید. مالین کلاسی؟ بله. بسر نمید نمیدی الان چرا میه؟ آقا ببخش پروشی. آقا سر کار نرفتیم. بفرمایید. آقا این میخوام. بخون. پدرم یک کچل بودن درد رو چند برابر میکنه پسرم. فکر کن وسط کلی مشکل زندگی وایسادی، میخوای یه دستی بگیش تو مادین، هیچی نیستش، دست لیز میکنه میاد رو صورت. بله. پدرم همیشه آرزو داشت که قدر یک فرق وسط مو داشته باشه. شما بگو چهار تا شیوید اصلا نیستش. نداره کسی کسی. اصلا کف دست. دورش هم اینه. دور یه مقدار داره آقا، ولی وسط هیچ صفر. اون بالاخره دکتری رو پیدا کرد که دنبال یک داوطلب کچل می‌گردد که برای اولین بار در جهان مو را همچون بذری در کله او بکارد. بکاره؟ بله. کلش؟ بله. ادامهش رو گوش کنید. پدرم با ماشین زمان به آینده رفت پیش اون دکتر، اما اون گفت که بانک مویش کم است. بانک مو؟ بانک مو. آنجا بود که فکر اولین سرقت به ذهن پدرم خورد. سرقت از بانک موی خودش. پدرم با ماشین زمانش به جوانیش رفت، دو مشت از بانک موهش را کند آورد. وقتی برگشت پشت کلش اندازه یک کف دست زخم بود آقا، ولی موجودی بانک موش در دستش نقد همینجور مونده بود. بعد دکتر موها رو گرفت کاش رو کلش. به ما گفت اینا چون نهالهای کوچکی هستن احتیاج به مراقبت دارن، حواستون باشه. ما گفتیم چشما هر کاری از دستمون برمی اومد انجام دادیم تا این نهالها جون بگیرن. مثلا صبح به صبح پدرم میرفت زیر پنجره این به آفتاب بخوره به کلهش، بعد ما با شونه کلهش رو شخ می‌زدیم قشنگ به عمق کلهش هوا برسه. اوج دلسوزی رو هم پدربزرگم براش واقعا جوون زد. بله آقا، پدربزرگم خیلی واسش دلسوزی کرد. یعنی اوجشون بود که شبا پشت بوم می‌خوابیدیم رو کلهش یه مترسک کوچولو می‌ذاش تا وقتی ما خوابیم کلاغ‌ها نهال‌های کلهش رو نخورن. اوضاع خیلی عجیب شده بود آقا. پدرم واقعا این یک درخت شده بود. اصلا در اتاقش که باز می‌کردی بو پارک ملت می‌خورد تو صورتت آقا. بعد دو دقیقه میشه رو مبل تلویزیون ببینه، بلند میشد میدیدید داشت رو مبل ریشه میزد. مثلا یه بارم به پدرم تکیه دادم که یه خورده چرتی بزنم و گذر عمری ببینم. چش باز کردم دارم بهم آب قند میدن. چرا؟ فشارم افتاده بود واسه چی؟ دی اکسید کربن کله بابام همه رو استنشاق کرده بودم تو ریام، مسموم شدم. خوشبختانه بالاخره مراقبت های ما جواب داد، کله پدرم همچون باقی سرسبز و آباد شد. پدرم میگوید احساس میکنم روی کلم یک جنگل است. او راست میگوید، چون شبها از لای موهایش صدای زوزه یه گرگ به گوش میرسد. بده من احمق. آقا اجازه آقا زنگ میخوره. آقا ما اصلا حالمون دست خودمون نیست آقا. اجازه آقا ما بریم آقا مازیار سینما. نخیر بیا اینجا. بله آقا. بقیه چه مفتی بدی نیست میاری. چشم آقا. اجازه آقا بریم آقا. برا آقا گم شو. برا چشم آقا. احمق.